این هفته ربات‌های جراح، ستاره‌های گلف باز و اردک حمام جناب شان بین. در این سالهایی که مشغول کلیک بودیم، مدام دستاوردهای حیرت انگیز پزشکی دیدیم. از ربات پرستار گرفته تا هوش مصنوعی که بیماری رو از متخصص هم بهتر تشخیص میده. یه جورایی انگار سیر تحول پزشکی رو جلوی چشممون دیدیم. انصافاً علم پزشکی در دههای اخیر راه درازی اومده. اینجا موزه اتاق عمل لندنه. بله، موزه اتاق عمل. در 130 سالی که از اون زمان گذشته، جراحی زمین تا آسمون فرق کرده، ولی در این حوزه هم مثل بقیه حوزه ها نباید بیش از حد به فناوری تکیه کرد. چند وقت پیش خبر تلخی منتشر شد که باز این نکته رو یادآوری کرد. هیئتی که مرگ یک بیمار قلبی به نام استیون پتیت رو بررسی کرده بود، اعلام کرد که او به خاطر جراحی قلب به شیوه نو با ربات داوینچی مرده. اگه با همون شیوه مرسوم عملش کرده بودند، به احتمال قریب به یقین زنده میموند. I think if a surgeon is going to use a robot. به نظرم اگر جراحی میخواد از ربات استفاده کنه، و این کلمه استفاده که میگم با دقت انتخاب کردم، اگه میخواد استفاده کنه باید به کار باهاش وارد باشه. این مورد اخیر نمونه‌ای بود که تیم اونطور که باید آموزش ندیده بوده یا برای عمل آماده نبود. به همین خاطر عمل بسیار بسیار طولانی میشه و دست آخر نتیجه هم نمیده. برای تعیین گزارش با اینتیوتیو سرجیکال، شرکت سازنده ربات داوینچی که در عمل استیون پتیت به کار گرفته شده بود، تماس گرفتیم. اونا در پاسخ نامه‌ای فرستادند و با ابراز همدردی با خانواده آقای پتیت گفتند سلامت و ایمنی بیمار اولویت اصلیشونه، ولی به عنوان یک شرکت تولیدی آموزش کار اونها نیست و نمیتونن جراح رو ملزم کنن پیش از استفاده از رباتشون دوره ببینه. حرفشون این بود که آموزش و تایید اعتبار کار بیمارستانه. در نهایت یادآوری کردند که تا حالا بیش از 40,000 جراح در نقاط مختلف جهان بیش از 5 میلیون عمل به کمک ربات داوینچی انجام دادند. با این وصف تکلیف جراحی رباتیک چی میشه؟ پل کارتر رفته سراغ یک تولید کننده ربات و سر یک عمل جراحی واقعی تا بهتر از داستان سر در بیاره. قبلش هشدار بدم که تصاویر این گزارش ممکنه برای عده‌ای ناراحت کننده باشه. اومدیم به بیمارستان رویال مارزدن در لندن که کار یکی از این ربات‌های جراح رو از نزدیک ببینیم. می‌خواستیم ببینیم بعد از مرگ استیون پتیت جراح‌ها چطور آموزش می‌بینن و چه جوری با این مسئله که ابزار رو با دست خودشون لمس نمی‌کنن کنار میان. Before anyone goes anywhere near a patient. هر کس بخواد به بیمار نزدیک بشه، باید اول مفصل آموزش کار با سیستم واقعیت مجازی رو دیده باشه. طبعا وقتی از دست خودت استفاده نمی‌کنی، اون حس لمس کردن رو نداری. ولی به جاش یه تصویر خیلی واضح داری و میتونی برش رو با دقت بالا انجام بدی. به نظرم اون چیزی که بهش میگیم بازخورد لمسی یا دستی در بعضی شرایط خیلی مهمه. وقتی آموزش استفاده از ربات رو شروع کردم، نگران این موضوع بودم. ولی به مرور یاد میگیری همون حس رو با نگاه به دست بیاری. یعنی با همون نگاه کردن به بافت میفهمی چقدر فشار داری بهش میاری. در این عمل به خصوص دارن با فناوری رباتیک یه غده سرطانی رو از شکم بیمار در میارن. از رنگ فلورسنت هم برای روشن کردن اون موزه استفاده کردن. موقع جراحی مایلز اسمیت و دستیارش آصف شدری سه بازوی روبوتیک رو کنترل میکنن و باهاشون قده رو در میارن. جراحی با ربات به مراتب دقیق‌تره و کمتر از شیوه های سنتی جراحی به بافت ها آسیب میزنه. هدف به کارگیری ربات هم همین کم کردن مضرات جراحیه. با ربات داوینچی میشه بدون شکافتن بدن و با برش های بسیار ریز در عمق بدن جراحی کرد. باید خیلی یواش صحبت کنم چون قسمت حساس عمله. الان دارن مسیری رو که قرار بازوی روبوتیک ازش وارد شکم بشه و جراحی رو انجام بده باز میکنن. به این شیوه جراحی با ربات جراحی کیهول یا سوراخ کلیدی هم میگن.
به این معنا که ابزار جراحی از سوراخ‌های خیلی ریز وارد میشه و نیازی به شکافتن بدن نیست. با این روش هم خونریزی کمتره، هم بافت‌ها کمتر آسیب می‌بینن و هم دوره نقاهت کوتاه‌تر میشه. ربات داوینچی 4 تا بازو داره. 3 تا ابزار ظریف جراحی رو نگه می‌دارن و اون یکی دوربین رو. اول باید سکویی که ربات روش قرار می‌گیره درست شه، بعد ربات رو میارن جلو. وقتی بازوهای ربات سر جایی که باید قرار گرفتن، جراحا میرن یه سمت دیگه اتاق که کنسول کنترل ربات قرار گرفته. نکته حقیقتا عجیب در این شیوه اینه که عمل واقعا از راه دور انجام میشه. اگه پشت سر منو نگاه کنین، انگار بازوهای ربات خودشون دارن عمل میکنن. ولی در واقع دکتر مایلز یکم اون طرف‌تر پشت دستگاه نشسته داره حرکتشون میده. جراح توی سیستم کنترلی تصویر سه‌بعدی و بزرگ شده ای از درون شکم میبینه و میتونه برش‌های پیچیده بزنه و بعد ترمیمشون کنه. در واقع از توی این چشمه‌های تصویر سه‌بعدی از داخل شکم بیمار می‌بینیم. راستشو بخواین امروز صبح که بیدار شدم فکر نمی‌کردم ببینم. ولی این تصویر در مقایسه با چیزی که قبلاً روی صفحه می‌دیدیم به مراتب شفاف‌تر و زنده‌تر و عمق‌دارتره. یعنی کاملاً حس می‌کنی دارن کجا رو عمل می‌کنن. دستگاه کنترل ربات رو جوری ساختن که حرکت دست جراح مثل حرکت طبیعی دستش موقع جراحی باشه. بازوهای ربات همون حرکت رو در ابعاد کوچکتر و دقیق‌تر تکرار می‌کنن و لرزش رو هم می‌گیرن. حرکت بازوها طبیعیه. اگه لازم باشه میتونی بری جلو. انگار روزنامه رو بکشی سمت خودت. دوربین هم سیاه‌سفید میگیره هم رنگی. وقتی لازم باشه از نور فلورسنت استفاده میکنن که تومورها مشخص‌تر بشه. تومور رو بریدن و باید بکشن بیرون. جدا خارق‌العاده است. یه ابزار ریز میفرستن داخل، برش میداره و میاره بیرون. تموم شد. ابزار رو جمع کنید. شرکت اینتیوتیو سرجری که داوینچی رو ساخته بازار ربات‌های جراح رو تقریبا کامل قبضه کرده. ولی به مرور شرکت‌های دیگه‌ای هم دارن وارد بازار میشن. یکی از این شرکت‌ها آریس هلت در کالیفرنیا است. اومدیم کارشون رو از نزدیک ببینیم. البته ربات آریس برای یک نوع جراحی متفاوت استفاده میشه. اسم رباتی که ساختن مونارک و به طور خاص برای آندوسکوپی ساخته شده. یعنی نوعی از درمان که به جای شکافتن بدن بیمار از ورودی‌های طبیعی بدن مثل دهان استفاده می‌کنن. در نتیجه نیازی به باز کردن بدن نیست. این ابزار می‌تونه در مسیر تنفسی بیمار حرکت کنه، حتی تا بخش‌های دور و باریک پیش بره. وقتی سی تی اسکن هم روش سوار بشه، تصویری می‌سازه که مثل نقشه اندام داخلی بیماره و جراح می‌تونه از روی اون نقشه دقیقاً به همون نقطه‌ای که می‌خواد برسه. میشه گفت اینجوری جراح با آزمون و خطا نمیره تا چیزی رو که میخواد پیدا کنه، از روی نقشه میره، درسته؟ دقیقاً همینطوره، 100%. یه مثالی که من همیشه میزنم اینه که میگم این پنجره جلوی ماشین، من حواسم رو میدم به آناتومی بیمار، این نقشه‌ام همینطور که پیش میریم به هم اطلاعات میده. What's remarkable about this system is that it's taking something that's نکته خیلی جالب در مورد این سیستم اینه که یه پدیده خیلی پیچیده رو میگیره، یعنی تصویر اندام داخلی بدن آدمو و تبدیلش میکنه به چیز کاملا ساده و قابل فهم. خودتون ببینین دیگه، چیزی که دست منه عملا مثل کنترل بازی میمونه و منم میتونم باش کار کنم، در حالی که نه تنها جراح نیستم، کلا 2 دقیقه بیشتر نیست که اینو گرفتم دستم. با این حال میتونم حرکات کاملا دقیقی انجام بدم. واقعا عجیبه. مشخصه که فناوری روباتیک در حوزه‌های مختلف جراحی داره رشد می‌کنه. حالا سوال اینه که آینده جراحی روباتیک چه خواهد بود؟ من شخصا دلیلی نمی‌بینم که در آینده نتونیم ربات‌ها رو آموزش بدیم که فرق چیزهایی رو که می‌خوایم نگه داریم با چیزهایی که می‌خوایم در بیاریم بفهمن. چیزی شبیه ماشین‌های خودران، یه جور جراح خودکار، ولی شاید اولش تحت نظارت یه جراح کار کنه. ممکنه بعضی بخش‌های عمل خودکار بشه. یعنی مقدمات کار رو جراح آماده کنه و بعد انگار یه دکمه رو بزنه و ربات بقیه کار رو طبق برنامه انجام بده. فکر نمی‌کنم ربات جای جراح رو بگیره، ولی قطعاً می‌تونه کمکمون کنه. در هفته که گذشت فیسبوک دوباره خبرساز شد. کمیته دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش مجلس بریتانیا
ایمیل هایی رو از این شرکت منتشر کرد که به نظر میرسه این شبکه اجتماعی طی یک توافق سری دسترسی ویژه‌ای از داده‌های کاربران به سازندگان اپ داده. فیسبوک به انتشار این اسناد اعتراض کرده و گفته که اونها به شیوه گمراه کننده ارائه شدن و توضیحات اضافی باید بهشون افزوده بشه. در این هفته هم چنین وزارت دفاع بریتانیا بزرگترین مانور خودروهای خودرانش رو انجام داد. علاوه گوگل اعلام کرد که پیک پهپادی خودش رو در سال آینده در فنلاند آزمایش میکنه. و دانشمندان برخورد دهنده بزرگ هادرونی رو از کار انداختن. بله، قدرتمندترین شتاب دهنده ذرات در دنیا باید 2 سال آینده رو خاموش بمونه تا بتونن ارتقایش بدن. مجله فوربس فهرستی از پردرآمدترین ستارگان یوتیوبی رو منتشر کرد. در رتبه نخست این فهرست یک بچه 7 ساله آمریکایی به اسم رایان قرار گرفته که کارش بررسی و آزمایش اسباب بازیه و بیش از 22 میلیون دلار درآمد داشته. تام کروز ستاره فیلم‌های تاپ‌گان و مأموریت غیرممکن دقایقی از صعود، سقوط و دویدن و نجات جهان دست برداشت تا به جهانیان بگه چطوری کیفیت تصویر روی تلویزیون هوشمندشون رو بهبود ببخشن. خلاصه راهنماییش هم این بود که گزینه موشن اسموثینگ یا نرمسازی حرکات رو روی تلویزیوناتون غیر فعال کنید. و در انتها برای رفع نگرانی از کمبود نور گیاهانتون، این ربات گیاه دورگه که ساخت دانشگاه MIT به دردتون می‌خوره. پژوهشگران الکترودهایی رو روی برگ‌ها تعبیه کردند که علائم واکنشی گیاه به نور رو می‌تونه بخونه. این علائم بعد از اون به چرخ‌های زیرشون منتقل میشه و فرمان داده میشه که به سوی نور حرکت کنه. کاش میشد وقتی گشنمون میشد مبلمون هم ما رو میبرد جلوی یخچال. هفته پیش بیشتر برنامه‌مون در مورد اخبار دروغی و جعلی و اینجور چیزا بود. رفته بودیم کوزوو که از مراکز تولید فیک نیوزه و به نظر میرسید فیسبوک تا حدی در مهار کردن این پدیده موفق بوده. این هفته ما میخواییم بریم هند که یه جورایی مرکز جدید فیک نیوزه. تفاوت اینجاست که بستر اشاعه اخبار اونجا به جای فیسبوک واتساپه و به همین خاطر هم نظارت بر محتوا به مراتب دشوارتره و پیامدهای انتشار اخبار جعلی و دروغین هم وخیمتر و ناگوارتر. گزارشی داریم از دیوید رید. قبل از هر چیز میخوام موبایل با اینترنت ارزون بگیرم. این بسته چجوریه؟ 149 تمیدی برای یه ماه. چقدر دیتا دارم؟ روزی 1.4 گیگ. روزی 1.4 گیگ، ماهی 149 روپیه. یعنی در واقع روزی 5 روپیه؟ روزی 5 روپیه. به عبارت دیگه در هند 42 گیگ دیتا رو موبایل 2 دلاره. در بریتانیا 40 پونده یا 50 دلار. در آمریکا 100 دلار. کشورهای دیگه خیلی گرونه. البته اینجا درآمدها خیلی پایین‌تر از آمریکا و بریتانیاست. ولی اینترنت موبایل اونقدر ارزونه که الان حدود 500 میلیون کاربر داره و هر پدیده‌ای که 500 میلیون کاربر داشته باشه حتما مسئله هم داره. جدی‌ترینش اخبار جعلیه. بالکریش بیرلا یه وبسایت داره که با موج روبه رشد خبر جعلی مقابله میکنه. اوایل امسال اعلام کرد تمام داستانهایی که روی یوتیوب هند ترند شده بودن دروغ بودن. اگه یه چرخی توی سایت بیرلا بزنین بیشتر خبرها آشکارا دروغه. ولی مخاطبی که تازه با این رسانه آشنا شده باور میکنه و حتی جدی هم میگیره. این روزها به همه زبانهای رایج در هند محتوا تولید میشه. و این محتوا به همه طبقات جمعیت هند میرسه. یعنی مخاطب دیگه فقط قشر تحصیل کرده نیست. خبرها و داستانهای دروغین بیشتر از هر جا در محیط‌های روستایی آسیب ایجاد میکنه. امسال تعداد قابل ملاحظه ای آدم به خاطر شایعه کودک‌ربایی که دروغ بوده کشته شدن. سوال اینه که با این پدیده باید چه کرد؟ واضحه که هر چه زودتر کاری کرد. چون مطالعات جدید نشون میده که خبر بد سریع پخش میشه. خبر دروغ سریع‌تر و وسیع‌تر. به نوعی مثل ویروس میمونه و ما هم ناقلشیم. وقتی در فضای عمومی مجازی از کنار هم رد میشیم یا با هم برخورد میکنیم، ویروس رو به هم منتقل میکنیم. محققهای مؤسسه فناوری دهلی دارن از همون مدل‌هایی که برای شیوع بیماری‌های واگیردار موجوده، برای درک گسترش اخبار دروغ استفاده میکنن. مهمترین عامل در کل فرایند اعتماده. من حرف شما رو باور میکنم چون میشناسمت و میدونم طرز فکرت شبیه منه. حالا همین اعتماد رو میشه در جهت عکس به کار برد.
اگر شما به من اعتماد داشته باشی و یه داستانی برای من تعریف کنی و من بهت بگم دروغه و دیگه جایی نگو، ممکنه واقعا دیگه جایی نگی. در حقیقت نوعی تلقینه. میخوایم از اعتمادی که در یک شبکه موجوده استفاده کنیم. میشه تصور کرد در یک گروه شخصی که بقیه بهش اعتماد دارن چجوری میتونه جلوی پخش شدن یه شایعه منفی رو بگیره. ولی سوال ما اینه که آیا شرکت‌های فناوری هم میتونن کاری بکنن یا نه؟ یک سوال مشخص از گوگل بپرسیم. آیا ابزارها و خدمات شما با زبان‌های مختلف دنیا کار نمی‌کنه؟ می‌کنه. یه تیم محلی دارن که آگهی می‌فروشه. درسته؟ یعنی اینجوری نیست که این آگهی‌ها رو از بریتانیا یا آمریکا می‌فروشن. خب اگه میشه یه تیم اینجا گذاشت که آگهی بفروشن، چرا نمیشه یه تیم هم گذاشت که جلوی اخبار جعلی رو بگیره؟ گوگل معمولاً جواب هر مسئله رو با الگوریتم میده. کاری که در حال حاضر میکنه اینه که در بعضی کشورها منابع معتبر رو برجسته میکنه و بعضاً روزنامه‌نگارهای بومی رو آموزش میده با خبر جعلی مقابله کنن. باید دید این رویه دخالت غیر مستقیم برای درمان بیماری همه‌گیر اخبار جعلی کافیه یا نه. گزارش دیوید بود از هند. در بخش بعدی میخوایم بریم سراغ گلف، ورزشی که در خیلی از جنبه‌ها دست از سر سنت بر نمی‌داره ولی در این حال هم از فناوری‌های پیشرفته بسیار بهره می‌بره. گزارش لارا لوینگتون رو ببینید. This is Wentworth Club, which in just a few years is going to be. اینجا باشگاه ونورثه. چند سال دیگه 100 ساله میشه. در این 100 سال مدام تغییر کرده و تغییرات سال‌های اخیرش عموماً با فناوری بوده. الان می‌بینین که چطور اهالی گلف، آماتور و حرفه‌ای از فناوری استفاده می‌کنن. مثل خیلی جاهای دیگه حرف اولو داره میزنه. لیزر و رادار و حسگر و ابزارهای دیگه داده جمع میکنن و با تحلیل این داده ها میشه مؤثرتر تمرین کرد و دقیقتر و بهتر بازی کرد. برای اینکه این چیزها رو در عمل ببینیم، اومدیم سراغ فرانچسکو مولیناری، یکی از بهترین های گلف جهان که در چند ماه گذشته هم رایدر کاپ رو برده و هم مسابقات اوپن رو. یکی از مسائل گلف اینه که تقریباً تمام بدن در ضربه دخیله و کوچکترین تغییر در حرکت هر یک از این اجزا میتونه ضربه رو کاملاً عوض کنه. این تغییرات ظریف که فرانچسکو میگه رو میشه با ابزاری که معمولاً در فیلم‌های پرهزینه هالیوودی استفاده میشه ثبت کرد. 27 شاخص مختلف روی بدنش تعیین شده که چیزی شبیه یه بدل دیجیتال ازش درست میکنه و میشه باهاش ضربه های معروف فرانچسکو رو با ریزترین جزئیات بررسی کرد. این آواتار اونقدر داده جمع میکنه که عملا غیر قابل شمارشه. این که به نسبت توپ کجا وایستاده، شونه هاش کجاست، بدنش چطوری حرکت میکنه، چقدر منعطفه، وزنش چطور جابجا میشه. با این سیستم صدها هزار ضربه رو ثبت کردیم که در واقع بانک داده ماست. برای تحلیل حرکت‌های ثبت شده از دوربین‌های پرسرعت استفاده می‌کنند که تمام حرکات ورزشکار و چوبش رو ثبت می‌کنه. این ابزار داده‌هایی در اختیار فرانچسکو و تیمش می‌ذاره که تا چند سال پیش پیدا کردنشون غیر ممکن بود. این ترکمنه، یه راداره که همه اطلاعات مربوط به توپ و چوب رو ثبت می‌کنه و در اختیار ما می‌ذاره. در نتیجه هم سرعت توپ رو می‌دونیم، هم زاویه‌ای که از زمین بلند شده، هم ارتفاعش موقع جدا شدن از چوب. 15 سال پیش باید می‌ایستادی وسط زمین زل می‌زدی به توپ و حرکتش. الان دقیق همه چی رو می‌بینی. آدم یکم می‌ترسه اینقدر نزدیک وایسه، ولی قاعدتاً بلده چجوری بزنه. با استفاده از دوربین‌های HD و یک رادار دوپلر میشه فاصله، قدرت و مسیر توپ رو اندازه گرفت. همینطور امواج مایکروویوی که از چوب و توپ در حال حرکت ساطع میشه. 5-1-49. حتما شنیدین میگن ورزشکار حس خوبی به ضربه‌اش داشت. ما به اون حس خوب عدد میدیم. انگار حس رو میسنجیم. ولی بدون فناوری هیچ معیاری نداشتیم. این اون معیار اون اعداد مطلق رو بهمون میده. ابزار اندازه‌گیری بسیار مهمیه. قبلا که این نبود 5 تا توپ میزدیم و میرفتیم ببینیم کجا افتاده و همه چی رو اندازه میگرفتیم و یادداشت میکردیم. تنها راهی که میشد در لحظه بازخورد گرفت و یاد گرفت همین بود.
این ابزار واقعا برای این کار ضروریه. ولی آیا چنین چیزی بازی رو خراب نمی‌کنه؟ قبلا اینجوری بود که خیلی چیزا رو باید حدس می‌زدی. همه چی بر اساس حس بازیکن بود. الان بازخورد خیلی بیشتره و دقیق‌تره. عدده. یه سری آدم لیزر به دست نشستن هر ضربه ما رو رصد می‌کنن. ببینن هر ضربه دقیقاً چقدر رفته، چقدر کج بوده، چقدر به پرچم نزدیک شده. هنوز نمیشه همه عوامل رو رصد کرد. ولی با فناوری که امروز دیدین، داریم به جایی که بتونیم بگیم دقیقاً چه اتفاقی میفته نزدیکتر میشیم. قطعاً فناوری برای ثبت کردن حرکت توپ و بازخورد بلافاصله خیلی مفید بوده. یعنی من شخصاً بدون فناوری اینقدر پیشرفت نمی‌کردم و به اینجا نمی‌رسیدم. احتمالاً حرفش درسته، ولی در نهایت خود بازیکن هم باید به اندازه کافی ماهر باشه که بتونه اطلاعات رو به کار ببنده، وگرنه هر کس یه دونه از اینا میگرفت و ستاره میشد. اینم از دیدار لارا با یکی از ستاره های دنیای گلف. در بخش بعدی برنامه هم ستاره داریم، اما این بار از عالم سینما. مارک چزلک رفته به ملاقات شان بین که قراره که توی یکی از بازی های کامپیوتری نقش آفرینی کنه. شان بین ستاره ایست که در تئاتر و تلویزیون و سینما درخشیده. در هر نقشی بازی کرده. اونقدر که حالا کارش به دنیای اینترنت هم کشیده. توی بازی جدید هیتمن 2، شان بین به عنوان ستاره مهمان حضور داره. فرصت دلچسبیه برای خوره های بازی که با این ستاره سینما و تلویزیون در بیفتن و حتی شکستش بدن. Good morning 47. Your target is Mark Faber, also known as the Undying. شخصیت اصلی بازی هیتمن مأمور شماره 47. کارفرماش یه سازمان مخفیه که مأمورش میکنه ترتیب آدمای مختلف رو جاهای مختلف دنیا بده. میتونه از سلاح‌های مختلف استفاده کنه. از مواد منفجره گرفته تا غذای دریایی. و البته پشت چهره‌های مخوف پنهان میشه که هدف رو بزنه. It's using your head. بازی در اصل یک نفر است، ولی حالت‌های آنلاین هم داره. مثلا حالتی که هدف فقط یه مدت کوتاه توی بازیه و بازیکن فقط یه بار فرصت داره بکشتش. اسم این حالت رو گذاشتن هدف لیز، یعنی از دست آدم سر می‌خوره. شان بین یکی از این هدف‌هاست. یه مأمور سابق MI5 به اسم مارک فابا و با اسم مساعدش سگ جون، چون نمی‌میره یا وانمود می‌کنه مرده. Well, it's not really death I've cheated. Just humans. شان، میشه یکم در مورد مارک فابا، نقشی که توی هیتمن دو بازی میکنی بگی؟ He's perfect. What he does is very particular. He's very precise. کارش حرف نداره. کارش خیلی خاص و خیلی دقیقه. آدم ماهر و باهوشیه و خلاقیت هیچ کس به پای اون نمیرسه. برای سرش جایزه گذاشتن و مجبور مدام راه‌های جدید و عجیب و غریب آدمکشی پیدا کنه. خیلی هم مغروره. عموماً تنهاست، ولی یک جذابیتی هم داره به نظرم. بازی کردن توی بازی کامپیوتری با بازیگری سینما یا تلویزیون فرقی داره؟ آره، ولی خوب بود. بازی کامپیوتری چیزی بود که تا حالا امتحان نکرده بودم. البته یک روز بیشتر فیلم برداری نکردیم. جای نقش آفرینی به اون شکل نبود. باید در همون موقعیت محدود یک شخصیت خلق می‌کردیم که فکر می‌کنم کردیم. قبلش کلی صدا ضبط کرده بودم و حدوداً می‌دونستم چه جور آدمیه. فکر می‌کنم در همون یک روز شخصیت رو درآوردیم. از اونجا به بعدش دیگه از دست من خارجه. فرقش با سینما و تلویزیون همینه که لازم نیست هفته‌ها یا ماه‌ها فیلم بگیری. یکم فیلم گرفتیم و بعد آدم‌هایی که کار موشن کپچر می‌کردن به این نتیجه رسیدن که دیگه من رو لازم ندارن. گفتم همین؟ گفتن آره. گفتم خب. نقش‌های زیادی بازی کردی که پایان خوشی نداشتن یا اصلاً به آخر فیلم یا سریال نرسیدی. یه خورده عجیب نیست که توی این بازی باشی که میدونی هزاران نفر از همه جای دنیا دنبالتن که بکشنت؟ چرا خب هست. یعنی فکر کنم باید عجیب باشه، ولی نیست. من اینجوری نگاه میکنم که نقش من بیشتر از بقیه تفریح میکنه. کلن هم یک کم پررو و مغرورم. واسه همینم بدم هم نمیاد شرایط اینجوری باشه. اگه خودت بازی کنی و قرار باشه خودتو بکشی، باید بکشم دیگه. البته منظورم نسخه مجازیته. آره. اگه بخوای خودتو بکشی، از بین همه شیوهایی که میشه مارک فابا رو کشت، چجوری میکشیش؟ طولانی و خونالود، ولی خنده دار. موسیقی
خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه قبلی ما هم همشون اونجا در دسترس هست. با ما در تماس باشید. در توییتر با شناسه @persianclick دنبالمون کنید و ایمیل بفرستید برامون به ایمیل persianclick@bbc.co.uk. از لندن سرد و پاییزی بدرود و خدا نگهدار.